دلا رفیق سفر بخت نیک خواهت بس، دلا رفیق سفر بخت نیک خواهت بس، نسیم روضه شیراز پیک راهت بس. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش، که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس. مگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل، حریم درگه پیر مغان پناهت بس. به صدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش، که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس. فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس. در انتهای شب به نام خدا. یاران و ادب دوستان صاحب دل سلام. توفیق با ما یار شد و فرصت یافتیم با برنامه در انتهای شب در خدمت شما اهل ادب حاضر شویم. امشب به معرفی احوال و آثار چند تن از شعرای مشروطه می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم به این برنامه توجه بفرمایید. عارف قزوینی از شاعران توانا و به نام دوره مشروطه بود. نام واقعی عارف قزوینی میرزا ابوالقاسم است. وی در شهر قزوین دیده به جهان گشود. پدرش ملاهادی تجوید و آواز و موسیقی را به او آموخت و ابوالقاسم را به خوبی تربیت کرد. ابوالقاسم در سال 1316 هجری به تهران آمد. مدتی بیمار بود. بعد از آن در 17 سالگی ازدواج کرد، اما در این امر نیز ناکام ماند و کارش به جدایی کشید. عارف ابتدا در سایه محبوبیتی که از راه خوانندگی کسب کرده بود به دربار راه یافت. طبعا در چنین جایگاه و طبقی او باید به بسیاری مسائل تن می داد و در خوشگذرانی های پر اسراف و فساد درباریان شرکت می جست. و این روش با روح او سازگاری نداشت. عارف از دسیسه و تردامنی و عیاشی بیزار بود و این آتش در درون او انقدر شعله کشید که در نهایت موجب جدایی و بریدنش از دربار شد. عارف در این گیرودار و جدایی تصمیم گرفت با نهضت انقلابی همراه شود. در محیط تازه کار عارف معنا و مفهومی دیگر یافت و جانی تازه گرفت. بعد از این تعبیر به جناح آزادی خواه چپ گروید و تمام هنر شعری و بومی خود را صرف حمایت از آن کرد. در خلال جنگ جهانی اول برای مدتی ترک پرست شد. پس از آن به استانبول رفت و تا سال 1338 هجری در آن دیار اقامت کرد. اما سیاست‌های حاکم به مزاجش خوش نیامد. عارف در بازگشت به وطن ایران را به سان یک شاعر دورگرد گشت و به نهضت جمهوری خواهی محمد تقی پسیان در خراسان پیوست.
عارف در این حال نغمه پرداز سرودهایی مهیج شد که مردم را به حرکت به سوی تهران تشویق می کرد. بعدها پس از مرگ محمد تقی خان پسیان، عارف راهی کردستان شد و زندگی درویشی را پیش گرفت و خیش را وقف شعر کرد. دیری نپایید که دست از مهجوری کشید و یک سلسله کنسرت برگزار کرد. او در این کنسرت ها که موفق تر از گذشته جلوه کرد، از اشعار طنزآمیز خود استفاده زیادی کرد. دیوان عارف شامل غزلیات و تصنیفاتی است که در سرتاسر مملکت در سایه هنر برجسته موسیقی شاعر به شهرت رسیده بود. عارف نمونه‌ای از شاعران و خنیاگرانی است که بر اثر نوعی اضطرار درونی می‌خواند و می‌نوشت. یکی از شخصیت‌های مردمی که گاهی رخ می‌نمایند، می‌خوانند و کسانی را شیفته خود می‌کنند و دل مشغول یاران خود می‌شوند و بعد ناگاه از مقابل چشم همچون سپیده صبح محو می‌شوند و می‌روند. عارف متفکر ژرف نگری نبود. او شاعری بود که می‌دانست به چه نحو الهامش را با عوامل انقلابی و آهنگ دلانگیزی که برای سرودهای مردمی انتخاب کرده بود و همه آن چه او را محبوب ترین آوازخوان زمان خود ساخته بود یکی کند. عارف به هر حال در روند نهضت در عرصه شعر و آواز فعالیت داشت و تلاش هایی نیز کرد، چنان که ملک و شعرای بهار نیز در همین عهد در زمینه های مختلف شعر و روزنامه نگاری مطالب بسیاری نوشت. میرزا محمد تقی مشهور به ملک الشعرای بهار از جمله شاعران و روزنامه نگاران دوره مشروطه است. پدر وی صبوری ملک الشعرا لقب داشت و در دربار خراسان علاوه بر شاعری از هنر نگارگری نیز بهره کافی داشت. محمد تقی برای رسیدن به مقام شاعری دربار از طریق پدر تربیت و تعلیمی عالی یافت، اما شور و شعور انقلابی آزادی خواهان او را از خواب بیدار کرد و موجب شد تا وی زرق و برق دربار را وانهد و به اعتقاد و اطمینان به جمع انقلابی ها بپیوندد. این اعتقاد در اشعار او آشکار است. طنزها و چکامه های او از تأسف بر وضع موجود و تمجید دلسوزانی بهار از مشروطیت حکایت می کند. بهار در حین فعالیت‌های ادبی خود به کار روزنامه نگاری نیز می‌پرداخت، چنان که باید او را از افراد به نام این دوره دانست. وی در همین حال مجموعه سبک شناسی خود را به جامعه ادبی عرضه کرد. مکتب شعری بهار بنا به شهادت آثار و افکارش و به گواهی اسناد و تذکر هم اسران وی به مکتب کلاسیک تعلق دارد. استفاده از قالب‌های پیچیده هنری، ترتیب خاص قافیه‌ها تحت تأثیر ادبیات غرب قرار نگرفتن از جمله مطالبی است که سنت‌گرایان بدان توجه دارند، اما بهار در قالب غزل به جای استخدام مضامین سنتی از مضامین سیاسی و اجتماعی استفاده کرد و در این زمینه مبدع سبکی تازه شد.
اقراز و شعر در غزلیات بهار جنبه تعلیمی داشت و او میباید برای دست یافتن به چنین غرضی ظرفی مخصوص میافت و از مفاخره و اظهار فضل اجتناب میورزید. به عبارت دیگر باید گفت اهمیت بهار در زمینه شعر به لحاظ آن است که زبان فصیح گذشتگان را به بهترین وجه و به دلنگیزترین صورت در سخن خود بکار برد و در این راه سرآمد شاعران عهد خود گردید. از سوی دیگر وی از زبان متداول فارسی و مفردات و تعبیرات و اصطلاحات زبان ادبی قدما در جهت رفع نیازهای زمان خود استفاده کرد و این ظرف و مظروف را مناسب هم یافت و آن را به کار برد. از نظر مفاهیم نیز بهار حصار تنگ و فشرده موضوعات قدیم را وسعت بخشید و به تناسب ایام مسائل اجتماعی، سیاسی و فلسفی را در صحنه شعر به نمایش گذاشت. بهار توانست با تکیه بر مطالعات و اطلاعات وافری که در زمینه ادبیات قبل و بعد از اسلام داشت، دست به خلق ترکیبات جدید و استفاده از لهجه های متروک کهن بزند. وی با این روش در جهت غنی‌سازی فرهنگ زبان فارسی گامی بزرگ برداشت. دکتر صفا درباره او نوشته است کلام در دست بهار مطیع و منقاد و مانند موم شکل پذیر بود. فصاحت و تنین دلچسب و آهنگهای محرک ترکیباتش مایه تأثیر بی سابقه سخن او در دل هاست و او را بیشک می توان خاتم استادان بزرگ پیشین و در همان حال مبدع تحول و تجددی بارآور و سودمند در سخن فارسی دانست. وی آغاز عمر را به تحصیلات ادبی گذراند و شاعری را از حدود 14 سالگی آغاز کرد و پیش از آنکه به 20 سالگی برسد قدرت طبع خلاقش پارسی شناسان را شگفت زده کرد و دیری نگذشت که به جای پدر ملک الشعرای آستانه قدس رضوی شناخته شد. چند بیتی از شعر سکوت شب را که از سروده های ملک و شعرای بهار است بشنوید. آشفت روز بر من از این رنج جان گزای، آشفت روز بر من از این رنج جان گزای، بخشای بر من ای شب آرام دیر پای. ای لکه سپید ز مغرب برو برو، وی کله سیاه ز مشرق برا برا، ای تیر شب به مژه غم خواب خوش بباف، وی خواب خوش به زلف امل مشک تر بسای. من خود به شب پناه برم ز ازدحام روز، دو گوش و چشم بسته ز غولان هرزه لای. چون بر شود ز مشرق تیغ کبود شب، مغرب به خون روز کشد دامن قبای. زاشوب روز وار همان در سکوت شب، با فکرتی پریشان با قامتی دوتا. وقتی به دوره مشروطه می پردازیم، نمی توانیم کسانی چون ادیب الممالک فراهانی، ابوالقاسم لاهوتی یا ادیب بیشاوری را نادیده بگیریم. این سخندانان
از زمره ادبای برجسته و کوشای زمان خودند و هر کدام به نوبه خود در تحول و تغییرات ادبی فرهنگی سهمی داشتند. میرزا صادق خان فراهانی امیر الشعرا بود و بعدها به ادیب الممالک ملقب گردید. ادیب الممالک در دهکده کازران در نزدیکی سلطان آباد از توابع عراق به دنیا آمد. از نظر انساب از جانب پدر و هم از سوی مادر به قائم مقام فراهانی منصوب است. ادیب الممالک زندگی خود را در مقام یک شاعر در دربار امیر نظام حسن علی خان گروسی در شهر تبریز آغاز کرد. در همانجا تخلصش را از پروانه به امیری تغییر داد. وی در رکاب امیر نظام به سفرهای بسیاری رفت و در این حال بارها حرفه خود را عوض کرد. چنانکه گاهی معلم، گاهی مأمور دولت، زمانی شاعر و روزنامه نگار و زمانی دیگر مبلغ مشروطیت و بیداری مردم بود. تألیفات و آثار ادیب به سبب ویژگی‌های خاصش مسائل مختلفی را در بر می‌گیرد. او مقالات متعددی در زمینه ستاره شناسی و علم عروض و حتی جغرافیا دارد. از او در زمینه سیاحت و مقامه نیز کتاب‌هایی به یادگار مانده است. ادیب جز غزل در همه قالب‌های شعری کلاسیک طبع آزمایی کرد. اما در واقع مهارت او در قصیده سرایی است. ادیب در قصاید خود تمام فعالیت‌های سیاسی زمان را به تصویر کشید. او در این قصیده ها از حیات اجتماعی و حتی از افراد انتقاد کرد و مردم را به حرکت و ستیز در راه آزادی و مشروطیت فراخواند. تأثیر اشعار او تا حدی است که میتوان گفت پیش از ادیب هرگز این گونه بیان نشده است. بیان شعری و رسالت باطنی ادیب الممالک فراهانی که با عقاید پیشروش هماهنگی داشت با نوعی لطافت و صلابت بیانی آمیخته شده بود و در واقع ادیب نیز مانند دیگر شاعران جا افتاده دوران دغدغه مسائل ضروری و جدید را داشت. او می‌خواست از سخن وسیله‌ای بسازد که به واسطه آن به بیداری و حرکت مردم کمک کند. حتی مسائلی چون حب وطن در اشعار او دقیقی برای تاثیرگذاری در اذهان مردم است. دوره مشروطه از نظر مسائل سیاسی اجتماعی دوره میانی و خاص تلقی می شود. در این دوره مداخله بیگانگان در ایران تأثیرات بسیاری گذاشت و هجوم عقاید و افکار مختلف در اذهان دوچندان شد. این موضوعات طبعاً مسائل فرهنگی را در قدم اول تحت شعاع قرار داد و آن را محصور کرد. از این رو برخی شاعران از زبان و بیان برای مقابله استفاده کردند و برای شکستن این حصار به سبک و سیاق خود کوشش کردند. چنانکه شاعری مانند ابوالقاسم لاهوتی انگیزه های انقلابی را به صورتی دیگر ارائه کرد و در این راه در حد امکان کوشید. لاهوتی کار خود را با روزنامه ها آغاز کرد. اشعار او در روزنامه های عصر انقلاب گرایش ضد انگلیسی داشت، اما در نهایت کار به درگیری با افکار رسمی کشید و لاهوتی راهی دادگاه گردید. او در این دادگاه به مرگ محکوم شد، اما توانست فرار کند و به استانبول بگریزد. در آنجا مدتی به انتشار نشریه پارس پرداخت و با شرایط بسیار سختی کار کرد. مدتی بعد به وطن بازگشت و در قیام تبریز شرکت جست، اما پس از شکست این قیام و اشغال تبریز به دست نیروهای حکومتی به اتحاد جماهیر شوروی گریخت. لاهوتی نمی‌دانست که این گریز چه حاصلی برایش به بار خواهد آورد. وی در آن دیار به سرودن اشعار حماسی و قنایی پرداخت و در آنها از بیداری ملی تمجید کرد. لاهوتی پس از مدتی شاعر برجسته تاجیکستان شناخته شد. در همین حال نیز آثار متعددی از ادبیات جهان را ترجمه کرد و در حیات فرهنگی و سیاسی ملتش نقش مهمی را ایفا کرد.
دیوان اشعار لاهوتی دارای نمونه هایی از اشعار غنایی و سیاسی و غزلیات است که برخی از آنها به لحاظ ظرافت شعری و زیبایی در برابر غزلیات شاعران کلاسیک خودنمایی می کند. لاهوتی با دید فلسفی معین و استعداد درخشانی که داشت، افکار شعری خود را در قواعد روشنی بیان کرد. وی در برابر بحث و جدل هایی که راجع به سبک قدیم و جدید برای معاصرانش مطرح بود، بی تفاوت نشان می داد. اما خود با اتخاذ موضع گاهی رو سوی قالب سنتی می آورد و زمانی قالب جدید را برمی گزید. از این نظر ربایی های او نیز حال و هوایی دیگر دارد. به هر حال دوره مشروطه از نظر فرهنگی و ادبی دوره پرغوغا است و شاعران این عهد، آنها که قوتی داشتند و به لحاظ فکری در مرتبه بالاتری بودند، پیشاپیش این نهضت حرکت می کردند و سعی در تغییر اوضاع داشتند. یاران، تا فرصت و مجالی دیگر و در انتهای شبی دوباره، شب خوش، خدا نگهدار.